Hello everybody and welcome back, English with me. And in this session, I want to go to teach you one of the special word, let's. خیلی مخلصم و خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی هستم و توی این جلسه قرار بریم با هم دیگه راجع به کلمه let's صحبت کنیم. یه نکته راجع به لغات بهتون بگم. بچه ها، لغات و کلمات بعضی موقع بعضی از اون کلمه‌های خیلی استثنا علاوه بر مین مینینگشون، علاوه بر معنی اصلیشون، چند تا معنی و چند تا کاربرد دیگه هم دارن. لت از اون دسته هاست که علاوه بر معنی اصلیش چند تا معنی داره و چند تا کاربرد دیگه هم داره. این لغات شما باید همیشه حواستون باشه، چون هر موقع یه لغتی میاد که علاوه بر معنی اصلیش معنی های دیگه و کاربرد های دیگه ای داره، پس باید بدونیم که آقا این لغت مهمه، هم کاربردش رو یاد بگیریم هم معنی های دیگه شو یاد بگیریم، که دقیقا گفتم let از اون دسته از لغات است. let چند تا معنی داره؟ 4 تا کاربرد و 4 تا معنی داره. معنی اصلیش که بیشتر ازش استفاده میشه وقتی ما بخوایم به یه نفر پیشنهاد بدیم، مثلا بگیم بیا بریم یه قهوه بخوریم. ببین let's go for a coffee، بیا بریم یه قهوه بخوریم. این دیگه نمیشه بیا بریم برای قهوه، دیگه اینجا به معنی نوشیدن میده، معنیش میگه بیا بریم یه قهوه بنوشیم. Let's go for a coffee، بزن بریم یه قهوه بخوریم، بزن بریم یه قهوه بنوشیم. خب یا مثلا let's hang out، بزن بریم بیرون، بیا بریم بیرون. داری یه پیشنهاد میدی، let's hang out، بیا بریم بیرون. خب معنی دومش اجازه دادن یا اجازه ندادن هستش. مثلا رو ببین، they won't let him leave the country، they won't let him leave the country، بهش اجازه نمیدن کشور رو ترک کنه. won't گذشته کلمه منفی شده در است، منفی شده کلمه will هستش که برای آینده استفاده میشه. won't، they won't let him، بهش اجازه ندادن که چی بشه؟ leave به معنی ترک کردن، leave the country، country هم که کشور، بهش اجازه ندادن کشور رو ترک کنه. they won't let him leave the country، بهش اجازه ندادن که کشور رو ترک کنه. یا مثلا یه مثال دیگه باید بزنم، my mom she don't let me go out، my mom she don't let me go out، مامان من بهم اجازه نمیده که برم بیرون. my mom، مامان من، she don't let me، بهم اجازه نمیده go out که برم بیرون. خب حالا بعدی اجاره دادنه. چی شد؟ اجاره دادن یعنی معنی سومش اجاره دادنه، اجاره دادن هر چیزی. مثلا she let the flat to a tenant، tenant به معنی مستجر، flat هم به معنی آپارتمانه. she let the flat، گفتم معنی سومش چی میشه؟ اجاره دادن. she let the flat to a tenant، اون آپارتمان رو، اون خانومه آپارتمان رو به یه مستجر اجاره داد. she let the flat، اون اجاره داد to a tenant، اون آپارتمان رو اجاره داد به یه مستجر. tenant به معنی مستجر، flat هم آپارتمان معنی میده و یک واحد از آپارتمان هم معنی میده. flat she let the flat to a tenant، اون خانومه آپارتمان رو به یک مستجر اجاره داد. پس معنی اجاره دادن هم میده. مثلا من میگم I want to go to let my bedroom to a tenant، من میخوام اتاقم رو به یه مستجر اجاره بدم. خب بعدی هم پیشنهاد مؤدبانه است. خب وقتی بخوایم به یه نفر یه پیشنهاد مؤدبانه بدیم، مثلا توی فرودگاه دیدین این باربران میان میگن اجازه بده من مثلا ساکتو، کیفتو بیارم، چمدونتو برات بیارم. let me carry your bag، اجازه بده بذار let me carry your bag. carry به معنی حمل کردنه، carry. let me اجازه بده بذار carry your bag، کیفت رو حمل کنم. داره پیشنهاد مؤدبانه بهت میده که معنی چهارم let هستش. let me carry your bag، اجازه بده کیفت رو حمل کنم. let me carry your bag، اجازه بده که کیفت رو حمل کنم. یا اینجا رفتی خونه دوستت یا دوستت اومده خونه شما، فرق نمی کنه،
تو بهش میگی let me bring you، مثلا میگه میشه لطفا یه لیوان آب به من بدی، میگه yes let me bring you a juice، مثلا اجازه بده بذار برات یه لیوان شربت بیارم، چرا آب، بذار برات شربت بیارم، let me bring you a glass of juice، مثلا ننوشتم اینجا a glass of juice، یک لیوان شربت برات بیارم. پس کلمه let ما چهار تا معنی داشت. اولیش وقتی بخوایم به این نفر پیشنهاد بدیم let's go for a coffee، بزن بریم قهوه بخوریم. دومیش اجازه دادن یا اجازه ندادن هستش، my mom she don't let me go out، مامانم بهم اجازه نمیده که برم بیرون. یا مثلا they won't let me leave the country، اونا بهم اجازه نمیدن که من کشور رو حالا ترک کنم، یا بهش اجازه نمیدن که کشور رو ترک کنه. سوم هم که اجازه دادنه، she let the flat to a tenant، اون خانومه آپارتمانشو به یه مستاجر اجاره داد. و آخری و چهارمیش هم وقتی بخوای به این نفر یه پیشنهاد مؤدبانه بدی، let me carry your bag، اجازه بده کیفت رو حمل کنم، بذار کیفت رو حمل کنم. این معنی، این از چهار تا از معنی های let هستش که به شدت استفاده میشه توی مکالمه انگلیسی. امیدوارم که یاد گرفته باشی، که حتما همینطوره. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادت نره. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردی.